الهام بدو، خسته شدم، بدو بیا. الهام الهام بیا اینا رو مرتب کن. الهام خاله ناهید. بله سلام. سلام علیکم. چه خوشتیپ شدید امشب. بابا میگم زود اومدی. خب برای اینکه کارم زود تموم شد. الهام اونوره؟ الهام یه سر با دوستش یعنی فکر کنم رفته خونه رفته خونه دوستش. اولا به من میگفت میرفت خونه شیوا. رفته؟ آره خونه شیوا رفت دیگه. فکر کنم الان پیداش بشه. بیا یه چایی بخور. نه خاله بابا، این آقا منوچهر 100 تا چای ریخته تو این حلقه من. دارم میمیرم از گشنگی. دارم میمیرم. گشنمه. این بوی غذای خونه شماست؟ منو هلاک کرده؟ نه، این فکر کنم مال خونه شاین خانمه. غلط نکنم بازم میرزا قاسمی پخته. خاله این شمالیا خوب زنایی هستن. خوب ببین همیشه غذاش سر اجاقه. منم باید میرفتم یه زن شمالی میگرفتم. اشتباه کردم الهامو گرفتم. همیشه گشنگی میکشم. خجالت نمیکشی جلوی من که مادر زنتن وایسادی از این حرفا میزنی؟ خجالت نمیکشی تو؟ نه چرا باید خجالت بکشم؟ شما باید تکلیف من مشخص کنید که خاله منید یا مادر الهام. زود باشید. من معلومه خیلی گرسنته. خیلی. بیا قرمه سبزی دارم الان برات گرم میکنم. با تو بیا. بزن تلفن جواب بدم الان. اومدی. اومدم. الو. بابا سلام علیکم شیوا خانم، احوال شما؟ خوب هستید؟ با زحمت‌های الهام. چی؟ الهام اونجا نیومده؟ نه به من چیزی نگفته بود. من یعنی خودم فکر کردم که شاید اومده باشه اونجا، چون خونه نیستش. شما مطمئنید اونجا نیومده دیگه؟ باش، هر وقت اومد میگم با شما تماس بگیره. خداحافظ. اومدم آقای گرسنه، اومدم. چه خبره؟ سلام. شما با این فکر کردم فریده. مگه فرید اومده خونه؟ آره. چطور مگه؟ ای بابا خاله، مگه تو نگفتی امروز 307 جلسه داره؟ چرا به خدا، خودم هماهنگ کردم. قرار بود آقای کاووسی و فرید با هم جلسه داشته باشن. خب حتما شانس من جلسهشون به هم خورده. نداره دیگه. حالا حتما نشنیده من چی گفتم. کی نشنیده؟ آقای کاووسی. آخه تا دیگه گوشش سنگین شده. ماما نپرسید فرید من کجا رفتم؟ چرا؟ گفتم رفتی خونه شیوا. چی خریدی؟ خوب کردی. یه نوتبوک اینجا قایمش کن، من فردا ازت میگیرم. خداحافظ. چی خریدی؟ نوتبوک چیه دیگه؟ یه دفترچه یادداشته. خب از اول بگو دفتر یادداشت چه خارجی میگی. ببینم دو تا آدم، خجالت نکشیم. 5 ساعت رفتین خیابون دفتر یادداشت خریدین. تو چقدر ساده. دفترچه یادداشت معمولی که نیستش، یه کامپیوتر کوچیک دستیه. سلام فرید، حال شما خوبی؟ خاله گفت دیرتر میای خونه، چرا انقدر زود اومدی؟ حالت خوبه فرید جون؟ من خوبم. ولی مثل اینکه تو حالت خوب نیست، نه؟ چرا؟ منم خوبم، خیلی خوبم، خیلی ممنون. مامان گفت گرسنته، الان برات یه چیزی گرم میکنم بخوری. رفته بودی پیش خاله؟ نه یعنی آره، رفتم اونجا، شیوا یه چیزی واسه مامان خریده بود، رفتم بهش بدم. شیوا؟ شیوا دیگه، شیوا دوستم، رفته بودم خونه اونا. خب حال شیوا خانم خوب بود؟ بله خیلی هم به شما سلام رسوند. چطور مگه؟ برای چایی بریزم؟ هیچی، همینطوری همینطوری. برای چی واسه مامانت هدیه خریده بود؟ هدیه؟ هدیه کیه؟ چرا برای مامانت هدیه خریده بود؟ شیوا رو میگم. آها، شیوا برای مامانم هدیه خریده بود برای اینکه خیلی به مامانم علاقه داره، همینطوری برای یادآوری و اینا، همینطوری. الهام، فرید. اوه صدامون میکنن، برم ببینم چی میگن. بله ناهید قرمه سبزی گذاشته برای شام، بیاین این طرف غذا بخوریم. باشه باشه الان میایم. فرید مامان قرمه سبزی درست کرده، بریم اونجا بخوریم. بریم بریم. من گشنم نیست. چرا؟ تو رو. چرا؟ چراش به خودم مربوطه. خوب خواستم میخوام برم بخوابم. فرید دایی جان یه خبر خوب، عباد جیدی قرار شده برای مصاحبه بیاد اینجا. چیه؟ چی میگی تو؟ میگم که عباد جیدی قبول کرده که بیا شهر قشنگ. خوبه؟ چه اشکال داره؟ خیلی هم خوبه. میگم دایی فقط مونده که زنگ بزنم قرار مصاحبه رو باش بزنم. میگم که اگه عباد جیدی اومد اینجا خود شما باش مصاحبه کنید بهتره. چی میگی؟ حرفتو بزن ببینم چی میخوای بگی. میگم که عباس جدیدی وقتی اومد اینجا شما باش مصاحبه کنید. حالا دوشنبه بیاد یا سه شنبه بیاد؟ چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه. کی گفته عیب داره؟ عیبی نداره. دایی جان میگم دوشنبه بیاد سه شنبه. تو چرا نشستی اینجا منو نگاه میکنی؟ حرفتو بزن. چی میخوای بگی؟ آخه جواب من نمیدین شما. چی میخوای بگی؟ میگم عباس جدیدی دوشنبه بیاد یا سه شنبه بیاد. چی داد میزنی؟ من کرم. داد میزنه سر من. دایی جان شما اصلا چند روزه هیچی نمیشنوی. میگم دوشنبه بیاد یا سه شنبه بیاد. سه شنبه. سه شنبه خیلی هم خوبه. سه شنبه چه اشکالی داره؟ سه شنبه عالیه. دایی جان میخوایم از دکتر گوش و حلقو ببینیم براتون وقت بگیرم؟ بابا گفتم که سه شنبه خوبه، چند دفعه بگم؟ اصلا نمیشنوه. نشسته منو نگاه میکنه. الو سلام، ببخشید مزاحمتون شدم. من فریده سپهری ام، همسر خانم الهام نوروزی. بله بله قربون شما برم. ممنون، خیلی ممنون، تشکر. بد نیستن، خوبن. ببخشید میتونم با الهام صحبت کنم؟ مرخصی رفتم؟ کی؟ امروز؟ نه نه میدونستم، فقط یادم رفته بود، نمیدونم چی شد یهو زنگ زدم، اصلا حواسم نبود. میخواستم با من معذرت میخوام، ببخشید. فرید جون من خودم یه مقداری عکس انتخاب کردم، تو هم یه چند تا از اینا رو خوباشو که به نظرت خوبه انتخاب کن. من هفته دیگه چیز دارم دیگه، نمایشگاه دارم. فرید جون با شما ما یه چند تا عکس از اینا انتخاب کن. من هفته دیگه نمایشگاه دارم. خب ببینم سلیقت چیه، نظرت چیه، کمکم کنی. نمایشگاهی تو چه ربطی به من داره؟ شوخی میکنی؟ قیافم میخوره شوخی کنم؟ اینجا دفتر هفته نامه است، نه آتلیه عکاسی. چی شده فرید جون؟ یک کلمه ما اومدیم گفتیم که از بین این عکس‌ها چند تا انتخاب کن، ما نمایشگاه داریم، حالا قیافت چرا اینجوری میکنی؟ من از تو چایی خواستم؟ نه من خودم فکر کردم. دیگه لطف کن فکر نکن. خب هر وقت چایی بخوام خودم بهت میگم. بفرمایید بیرون. اب نداره آقا منوچهر، ناراحت نشو، خودتو ناراحت نکن. اینا همش تقصیر تو آقای امامی‌خوان. من برای چی میریم یه حسابشو خورد میکنی؟ ول کن، برو دنبال کار زندگیت بابا. من اصلا تا حالا شده اینجا حساب کسی رو خورد کنم؟ ما رو باش تو رو خدا. فرید جون اینا رو انتخاب کن، کار داریم، میخوایم بریم پی کار زندگیمون. آقایون بله لطف کن برو تو اتاق خودت. نمیشه فرید جون، نمیشه. تا نگی که چی شده، چه اتفاقی افتاده، این عکس‌ها رو هم انتخاب نکنی، حالت چرا اینجوریه، من از اینجا بیرون برو نیستم. آقای دکتر عمومی من حالم خوبه. بله. لطف کنید برید. گویا دارم پیجتون میکنم. یه بیمار اورژانسی دارید. فرید جون خوشم میاد در اوج عصبانیت مزه رو میندازی. یادت نمیره. چیه باز دوباره بخ کردی نشستی؟ چشه؟ والا قسم بهت بگم جلسه امروز برقراره. ساعت 5 یادت باشه. شب بخیر آقای کاووسی. جلسه ما دیروز ساعت 5 بود. حرف خود منه به خود من پس میده. ساعت 5 برقراره، یادت باشه، یادت نره. همایون بله تو چیکار کردی از این اتوبان جدیده که افتتاح شده؟ بالاخره عکس گرفتی؟ حقیقتش آقای کاووسی هنوز وقت نکرده. میگه گرفتم. خب گرفتی به ما هم نشون بده، میاری قایم میکنی؟ میگه چاپش کردم. میگم هنوز وقت نکرد. تفلک آقای کاووسی. یادم باشه به رامی بگم که این گوشه دایی رو ببره خوشویی. اصلا پاک تعطیل شده آقای کاووسی. آقایون جونم یخچال بازی در نیار، برو تو اتاق خودت. فرید جون وقت منو نگیر، من هزار جور کار و زندگی دارم. 10 تا عکس، حالا نه 5 تا، از بین اینا انتخاب کن، منم میرم. تو هم نگی چه اتفاقی اینجا افتاده فرید جون، من از اینجا بیرون برو نیستم. داری وقتی کلاس رو میگیری ما اینا. تو هم داری وقت منو میگیری. چه اتفاقی افتاده فرید جون؟ همایون بله ببین بعضی از دردا خب وحشتناک دردن، آدم نمیتونه به هر کسی بگه. حالا برو راحتم بذار. بفری این چی اینجا نوشتی؟ نمیتونم بخونم. خانم دلی خون. اینجا من آقای سپهریم نه فرید. لطف کنین منو فرید صدا نکنین. خب حالا تم شدی آقای کاووسی، کسی اینجا نیست که. پس این آقا برگ چغندر تشریف دارن؟ این که آقا همایونه آدم مهمی نیست که. دست شما درد نکنه خانم دلیخون، خیلی ممنون. چی شده؟ دعواتون شده؟ نه خیر خانم دلیخون، ایشون امروز خودشون با خودشون دعواشون شده. البته خیلی سعی کرد که با منم دعوا بکنه، اما از اونجایی که من خونسردم میدونین که هر کاری کرد که من باش دعوا کنم اصلا. آقای خونسرد بله برای آخرین بار دارم بهت میگم برو تو اتاق خودت، وگرنه هر چی دیدی همایون از چشم خودت دیدی. 1 خب 2 چی؟ چشم آقای سپهری، من عذر میخوام ولی مرده عصبانیت و خشونتتم. موقعی که عصبانی میشی و خشن میشی جذابتر میشی. چی شده فرید؟ چیه؟ بده بخونم. چرا انقدر عصبانی؟ چی گفته من عصبانیم؟ کسی نگفته، خودم دارم میبینم. پس لطف کنید این گوشی رو بردارید، زنگ بزنید به خانواده نوروزی، سپهری، دلیخون، بهشون بگید که فرید عصبانیه. ده بگیرش. خجالت بکش فرید واقعا، که از تو دیگه انتظار نداشتم. داد بیداد رو ننداز. سلام ماما، چه خوب شد اومدی. فکر کنم حسابی خرابکاری کردم. این چه بویه میاد؟ بوی شعله زرد. دارم شعله زرد درست میکنم. آخه فرید خیلی شعله زرد دوست داره. پچر بوی زردچوبه میاد. خب مامان جو چقدر ساده ای. برای اینکه توش زردچوبه ریختم تا رنگش زرد شه. بله. شما تا حالا شعله زرد نخوردین؟ خب خوردم ولی تا حالا درست نکرده بودم. خب این همه خوردین، هیچ وقت نفهمیدین که عطر و بوی شعله زرد مال زعفرونه نه زردچوبه؟ به زعفرون میریزن توش که زرد میشه؟ با اجازه شما. ای داده بیداد. خب این که به درد نمیخوره. یه ظرف بده خالیش کنم دوباره بعد از نو بپز. وای حیفه مامان. حیفه؟ خب به درد نمیخوره. میخوام باقالی پلو هم درست کنم. باقالی پلو؟ بله، فرید خیلی باقالی پلو دوست داره. ولی من خیلی وقت درست نکردم. یادم رفته چطوری. مگه شما حالا چند دفعه باقالی پلو درست کردین؟ خب همینو دارم میگم دیگه. 23 سال دست به باقالی نزد. آخ 23 یادم رفت. واقعا که خوب شد خالت با ما زندگی نمیکنه. خاله که با ما زندگی میکنه. اون خالتو میگم. اگه من جای مادر شوهرت بودم و تا حالا 100 دفعه پشت سرت صفحه گذاشته بودم با این باقالی پاک کردنش. خانم وکیل آشغالاشو نریزید. الو بفرمایید. سلام خاله. شما خونه ما چیکار میکنی؟ سلام فرید جون، من همینطوری اومدم برم از فریزر یه بسته گوشت بردارم. آخه میخوام غذا درست کنم، گوشت نداشتم. الهام سر کاره. الهام آره سر کاره. زنگ زدم محل کارش، گفتن امروز مرخصی گرفته. مرخصی امروز؟ خاله شما فکر میکنی الهام کجا رفته؟ دادگاه داشت دیگه. یادته که گفت دیگه من باید برم حتما امروز یه سر به دادگاه بزنم. آره. چرا به من نگفته مرخصی گرفته؟ اگه ازش خبر گرفتم آره میگم حتما به دیگه زنگ بزنه. باشه آره خداحافظ. چقدر من امروز آخه باید بر تو چاخام بکنم. آره این فریدم هیچ وقت زنگ نمیزنه سر کار ما. صاف امروز زنگ زده. خیلی خب حالا من یه جور درستش کردم. یه ظرف به من بده من اینا رو ببرم بریزم پشت بوم واسه پرنده ها. آخه حیفم میاد. کجا گذاشتم؟ بیا برسوی. تو این؟ ها. مگه میخوایم برای پرنده ها فریزری کنیم بریزم تو کیسه نایلون؟ دختر جون یه ظرف بده. بفرمایید. سلامت باشی. ظرف کنم پرس بریزم از پرنده. سلام آقای رئیس. یه قهوه بیارم خدمتتون؟ یه دونه میخورم بیار. آقای رئیس اجازه ازش من یه هفته برم مرخصی و برگردم. گفتم آره دیگه. معطل چی هستی؟ خدا رو شکر. خدا سایه شما رو از سر من کم نکنه. آقا من چه زرنگ بازی در نیار. دایم نشنید شما چی میگی. نشنید. زرنگ بازی چیه؟ من سوالی که ازش کردم بهم جواب داد دیگه. چی میگین شما دو تا در گوشی صحبت میکنی؟ من اصلا دوست ندارم دو دفترم در گوشی و پچ باشه. هر جا دارن زدی. دیگه چیزی سر خدا. موضوع چیه؟ دایی خدمت شما. چه؟ دکتر بیژن منور متخصص گوش و حلق و بینی. خب چیکار کنم؟ دایی جان مطبش همین بغله. خودم میدونم. چیز اسپرین میشیش دایی؟ چی میگی تو؟ متوجه نمیشم. میگم گوش شما مشکل پیدا کرده. شاید احتیاج به سمعک داشته باشین. چی؟ سمعک من؟ خودت احتیاج به سمعک داری. حرف دهنت بفهم بزن. من چند سالمه؟ دایی جان سمعک که به سن و سال ربطی نداره که. من پیر شدم. بابات پیر شده. دایی من کی گفتم شما پیر شدی؟ من غلط بکنم به شما بگم. مواظب به حرف دهنت باشم. برای آخرین بار بهت میگم. من مرد حسابی 59 سالمه. 60 تا مثل تو رو میبرم لب چشمه و تشنه برمیگردونم. 100 تا. من پیر شدم. میخوای الان یه فن بارانداز رو اجرا بکنم حیرون بمونی؟ همین الانش. آقا من غلط کردم. من وب داری میخونی برای خودت. فروش رفته پایین. آره؟ سلام 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 یارو چطوره خوبی؟ سلام آقا فرید گل حالتون خوبه قربان؟ سلام چیکار داریم؟ بله اومدم چایی بخورم بگیم بخندیم کیف کنیم اینجا مگه قهوه خونه است؟ چیزه نیومدم که قلیون بکشم اومدم چایی بخورم خب اینجا چای میچسبه همه دوره هم میمو اینا اینجا که قلیون میکشن حمید خان دربنده اینجا محل کار نه محل تفریح بدو برو سر کارت میگم تا حالا ندیده بودمتون بد اخلاق باشید اصلا بهتون نمیاد قیافه بگیرید ای خدا فقط مونده بود تو بهم بگی چی بهم میاد یا نه آره چی بهم میاد چی بهم نمیاد خب بله این پیرنه هم بهتون نمیاد اون راه چارخونه است خط داره چیه اون خیلی بهتون بیشتر میاد تا این البته اینم بهتون میاد یه موقع سوء تفاهم پیش آیه فرید خان پاییزتون ما یه هفته ای میریم مرخصی بله کی به شما مرخصی داده کی آقای کابوسی مرخصی همچون سختم هم نیستا لم داره دوست داری واسط بگیرم؟ نه خیر لازم نکرده خودت هم حق نداری بری مرخصی فهمیدی؟ اون پیرمرد بدبخت نمیشنوه شما هم هی ازش سوء استفاده کنی آی فرید خان شما فرید همیشگی نیستی چی شد اوقاتت خیلی تلخه ای بابا بابا عجب گرفتاری شدی ما هیچ سوال میکنین از آقای سپهری منو صدا کردین؟ نه با شما کار ندارن گفتن ای بابا شما خانم بابایی هستید چیه خانم بابایی؟ ها؟ چیه؟ شما سوالی ندارین؟ شما نمیخواین بپرسین که من چم شده؟ چرا ناراحتم؟ چرا دمغم؟ چرا پکرم؟ ده بپرس دیگه! ده بپرسین! ده بپرس ازم! آقای محمودی سوالی نداری؟ آقای لیس سوالی ندارین؟ سوال نکرده نمونده باشه! رامی چی شده فرید باز داره داد فریاد میکنه داد فریاد رو انداخته اونجا ادعای شما شنیدی چی داره میگه میگه که یه توپ دارم قلقلی سرخ و سفید و آبیه میزنم خب این که خیلی هم خوبه چه اشکالی داره مشکلی بس نیست چرا دیگه مشکلی هست چون دیگه اصلا نمیشنوی خب الحمدلله خدا رو شکر بیا یه سری سوال مطرح کردم برای عباس جلیلی ازش بپرسیم بخون خوبه اینا چی نگاه میکنی؟ بخ خیلی خوب حالا وقتشه که دیگه ماهیچه رو بار بذاری ماهیچه؟ ماهیچه چیه؟ ماهیچه دیگه برای لای باقالی پلو وای من اصلا یاد ماهیچه نبودم ای بابا عجب دختری هستی تو مرغ تو فریزر نداری یه بسته درو زود نه مرغم ندارم الهام چی کار کنم؟ پس فرید باقالی پلو خالی خالی بخوره؟ نه 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 ماما ور نداری ممکنه دوباره فرید باشه ور ندار سلام الهام جون شیوا هستم دیروزم زنگ زدم که باید صحبت کنم خونه نبودی اگه هستی گوشیو وردار الو سلام شیوا جون قربونت برم چطوری دیروز ای داده بیداد دیروز زنگ زدی با فرید حرف زدی گوشیو بده به من گوشیو بده به من چی شد هیچ الو الو سلام شیوا جون حالت خوبه صبر کن ببخشید با تو نبودم ببخشید یه لحظه گوشی فهمیدی چی شد اومدی کارا رو درست کنی زدی همه رو خراب کردی هیچی دیروز من به فرید گفتم که تو با شیوا رفتی بیرون دیگه وقت شیوام زنگ زده با فرید صحبت کردی بیا حالا میدونی الان فرید چه فکری پیش خودش میکنه زود باش حاضر شو زود باش برو یه سر دفتر روزنامه پیش فرید برو من به شیوا توضیح میدم الو شیوا جون حالت خوبه قربونت برم من چرا این برا نمیای عزیز من نه الهام میدونی بعد میرفت الان یه سری به فرید بزنه یعنی همین الان یه کاری براش پیش اومد بعد بره من گفتم که با تو صحبت بکنم بگم آخه بیا اینجا یه سر خاله جون به ما بزن دیگه قربونت برم آره میاد زود میاد اگه میخوای با خودش صحبت بکنی تو فکر کنم عصر زنگ بزنی حتما دیگه خونه زود باش الهام نه با تو نبودم آره توی خونه مشکلی چیزی نداره؟ نه بابا همه چی خوب و خوشه. امروز هم سالگرد ازدواجشونه. دیروز با الهام رفتیم هدیه براش خریدیم. اه؟ پس افتادی؟ چی؟ سالگرد عروسیش که باشه رریرریرم نمیبینه قاطیه اعصاب نداره بیاریم سر جاش. پسر این حرفا چی میزنی تو؟ ول کن آقا منوشه نمیدونم همه چی خوب و خوش بود چرا اینجوری شد. من میدونم چرا اینجوریه. بچهش حتما بچهش یه مشکلی داره. یه چی میگی حمیدا؟ بچه نداره که آقا فرید. تو نمیدونی بچه نداره؟ همیشه مشکل سر بچه هست. آفرین تو حکیل باشی. او فوتبالی لامصب عجب فوتبالی بود. خیلی فوتبال خوبی بود. همین دقیقه من یه نیم ساعتی میتونم برم دکت بشینم. دکه من؟ آره میشه رفت؟ بله چرا نمیشه رفت؟ دکه مال خودتونه. بله بفهم این وسطی هست. فرید جون میخوای من باید بیام؟ نه قربونت برم میخوام تنها باشم. حمید بله آقا من از همه تو معذرت میخوام بابت امروز. خواهش میکنم فرید جون عیبی نداره. آقا ببخشید رفیق خودم ما بنما میخوام یه چایی رنگیز دو رنگ بدادم با هم بریم سینما. خیلی مخلصیم آقا انشالله. دیدی باید کمک کرد اون حال در بیاد. اینجوری میخوای اعصابشو بیاری سر جاش؟ خیلی اعصابش اومد سر جاش. خدا دوباره بحث نکنه. کلی خوشحال شد و شاد شد و تا دکه حمید میدوه و با شادی جیغ میزنه. دوربین عکاسی داره. چی؟ کجا اعصابشو بدتر خورد کردی آقا منوچ؟ به تو چه؟ به من چه؟ همکارمه. آقا دعوا نکنید. دایی جان بیبرید بیا. دلم کن رامی. چیکار میخوای بکنی تو؟ کجا ببری؟ دایی دارم میبرم دکتر. کوشی گوش گسته خاله. آقا اینو چرا می‌زنی؟ آقا من چرا می‌کنی؟ آقا من چه چیزی به سمعکم بیا. چی شد آقای کاووسی؟ من نمیفهمم چیکار میخوای بکنی تو. دایی جان شما چی میگن؟ اینا هیچ چی نمیگن. میگم شما یه لحظه دندون جگر بذارین همه چی درست میشه. آقا نکش آقا. بیا خودت بیا. گوشش رامی یه دفعه اینجوری با من رفتار بکنی اخراجی میری خونتون دیگه هم حق نداری پاتو بزنی. دایی شما منو اخراج کن شما منو بزن شما منو بکن فقط با هم بیا بریم دکتر. کجا میبری منو بیا بله اون موقع که اون خندی اینم داره چرا اینجوری نگم. آقا خداحافظ من رفتم خونه. بدو گناه داره آقا منو چه؟ شما میدونین چیکار میکنه؟ فضولی موزولی میکنه اینا رو یادتون نیست؟ فقط ایرادش اینه که خورده چاقه. آقا من سر کار دوباره اومدا. آقا فرید دستت درد نکنه اینا رو واسم چیدی. فروش هم داشتی؟ میگم آقا فرید به ما نگفتی چی شد. امروز دکه رو تعطیل کردیم پا شدیم اومدیم اونجا یهویی برگشتی نمیدونم گفتی برو و قهوه خونه نیست. خیلی ضایع شدیم آقا فرید. اشکال نره. این زبان نداشتی چیکار میکردی بچه؟ حمید یه سوال دارم ازت. اگه زنت بهت دروغ میگفت چیکارش میکردی؟ آقا ما که زن نداریم که آقا. حالا فکر کن که یه زن داشتی. زن نداریم آخه. خوشت اومده. آقا خودم برات میگیرم. دستت درد نکنه آقا. نه یعنی نمیخواد. حمید. بدو. بدو بالا من آدامس بخر بدو. آدامس داریم آقا. عزیز من بهت دارم میگم برو برای من آدامس بخر. داریم آقا. بهت میگم برو دیگه. نخود سیاه. دیگه بدو دیگه. سلام فرید. اینجا اومدی چی کار؟ سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ تغییر شغل دادی؟ نه. خودم رو اینجا حبس کردم. الهام. میخوام باهات حرف بزنم. فرید. منم میخوام باهات حرف بزنم. چی؟ چی میخوای بگی؟ اینجا؟ خب حمید که اینجا نیست میتونی بریم تو دکه. باشه. فرید منو نگاه کن، بوسریمو ببین. هدیه گرفتیش؟ از کی؟ نمیدونم، همینجوری گفتم. فرید قدیمیه، خیلی قدیمیه. میخوای یه دونه نوش من برات بخرم؟ نه فرید، یادت نمیاد 3 سال پیش درست یه همچین روزی من این روسری رو سرم کردم؟ 3 سال پیش؟ امروز چندمه؟ بله خودشه، امروز سالگرد ازدواجمونه. وای نمیخواد بگی وای. فرید همش سوء تفاهم به وجود اومده بود. من دیروز نرفته بودم خونه شیوا، رفته بودم بیرون با خاله که برای تو هدیه بخرم. امروزم نرفتم سر کار که برای تو خونه باقالی پلو و شله زرد درست کنم. البته باقالی پلومون بدون گوشت، شله زردمون هم شفته است. من فرید نمیخواد هیچی بگی، بیا بریم. من خوشبخت‌ترین احمق روی زمینه. میخوام بهت بگم که نمیخواد هیچی بگی فرید، میدونم.